اسم از فراموز فرزند کریم الله از ولایت پروان از افغانستان آمدیم. سنت چقدر؟ 13 سال. 13 سال. شما؟ سلام علیکم، اسم سید فردین از فرزند سید حمزه از ولایت پروان شهر زیبای چارکار از افغانستان آمدیم. 13 سال عمر دارم. زندگی خوب بود، پدرم فلسکار بود، زندگی خوبی داشتیم، نه دیگر بسیار پولدار بودیم نه غریبی بودیم. خودم پدرم فلسکاری میکرد، در غربان یک جایی را میگن، اونجا بسیار طالب است. در اونجا یک روز کار میکرد، پدرم مرا پشت تیل با ماشین روان کرد. رفتم که تیل بگیرم با ماشین، او وقت مرا طالبا بردن. باز مرا در یک خانه قید کردن، بسیار و خانه تاریک بود، یک کلکینک بسیار خرد داشت. از او کلکین باز من 3 روز بودم، در اوجه از جا فرار کرد. از ما زندگیم پدرم دیگر وال بود در پولیس اختار طالبا و چیز دادشان، دیگر گفت اگر تو میخوای بری وظیفه دیگر جان تعزیز میتی. پدر ما خواست دیگر نرفت وظیفه. باز از ما برادر کلانم پلیس است، و میره خواهر چی اختار از طرف طالب میبینه، بازم دیگه تحمل میکنه، چاره نیست. اگه نره دیگه نانم نیست، آبم نیست، غذام نیست که بخوریم. دیگه او میره وظیفه، دیگه جان از اوی سال زیاد در خطره، چون وظیفه از او تو جایی است که اوجه بسیار زیاد طالب است. جایی که خودم بودم، در او جایی که مرا برده بودن، کلش مسئله بود، بسیار کلشان پوزا پیچاندگی، ریشا دراز، بسیار خطرناک آدم ها، بسیار به یک پتکه و جذبه نان مرا بسیار بدت، یک نان غذایی را می دادن که بس خوردن نبود، مجبور می شدم می خوردم، بسیار تشنه می شدم که زیاد فریاد می زدم، اما بسیار کم می آوردن می دادن. پدرم زنگ می زدن تهدید می کردن که پیسه به تیم بچه تیلا می کنم. باز ما اوانت خوشبختانه فرار کردم و پیش این طرف آمدم. دیگه بسیار از طالب داعش آلان و داعش به نام داعش برآمده و داعشش بسیار خطرناک است. از طالبش هم که افغان میزنه، هم که طالب میزنه، هم داعش خودش هم معلوم نیست که یک افغانی باشه یک جای دیگه باشه. حالا افغانی آماند اوش هم میخیزه با علیه از او، اوش هم هیچ گپی نیست، نه دولتش کدام دولت از کورت امهات کند، نمانه که نکنه اگر طالب شه بگره یا داعش شه. اگر شاید در تلویزیون ها نشرم نکنه خبر نباشن، اما بسیار جنگ است افغانستان. ولایتی که ما زندگی میکنیم پروان، چند روز پیش یک اندیوال خود زنگ زدم در فیسبوک، گفت قصه کرد یک 3 اندیوال ما را در پروان در چارکار سر چوک 3 نفر یک شو تو کشته بودن اونجا سر چوک. از افغانستان هیچ کس تال کدام خوبی رو ندید، درس خوانده نمیتونستیم، مجبور شدیم که این طرف انتخاب کنیم. پدرم مجبور شد گفت برو خی درس تحصیل تا همون طرف ایش ببرکت یک آین دساس شوی. باز من پا همین طرف دیگه آمدیم. از افغانستان نخری کرکت کردیم، 2 هفته تا ایران رسیدیم. از رای پاکستان آمدیم، از افغانستان کرکت کردیم پاکستان، از پاکستان طرف ایران آمدیم، از ایران باز همون تو پیش آمدیم که ترکیه. باز ما تخانی قاچاق بری ردیم. دیگه ما تنها آمدیم، خیلی جنجال سختی رو دیدیم در آن. پاکستان، سر مرز پاکستان ایران رسیدیم. ما رو شب اونجا قاچاق بر 2 بجه شب بود که راه میکردیم می آمدیم طرف ایران. شب در اونجا ما رو دوسا گرفت. سر تپش شده بودیم، کاب میخوردیم، وقتی کاب نو که بوتلا را میگرفتیم سر ما قید کلشینکوف زده شد، گفت کل تانستا چایی ما نشدیم فرار کردیم. یک اندیوال ما در پشتش بایک پوشده بود کمی زد کت مرمی بسه بایک شاتش گرفت. باز ما خوشبختانه پیش رفتیم، ما را کل ما را دور داد، دور داد پیسه، تلفون، همه چیز ما را گرفتن. اینجا نصف پیسه را خواله کرده بودیم. باز در ترکیه که آمدیم در یک جای ما را در یک تکیوی قاچاق بر برد. 2 شب ماندیم، ما پرسان کردیم چرا ما ریجا ماندیم، ما میخواییم حرکت کنیم بریم. گفت اول زنگ بزنی در خانه که پیسه را حواله کنن، باز ما شما را از اینجا میکشیم. او 6000 دلار هم تونه که ما اول اینجا برسیم باز پیسه برش بدیم. پیسه را اول میگره، خوب که گرفت باز تو را حرکت میکنیم.
دومجا بندی هستی دلت او تو بچه های بودن اموجا ما پرسان کردم یک هفته دو هفته را دم و توکوی تیر کرده بودن گفت موبایل هم سر خودت میخره پیسه میگه دلت داری دلت نی موبایل بگی زنگ بزن در خونه از تلفن خودش هم نمیتک که ما زنگ بزنیم در خونه تلفن بخر سیم کارت بخر از پیسه جیب خود زنگ بزن بگو پیسه حواله کنه از افغانستان میاد به قاچاقبر پاکستان تسلیمت میکنه قاچاقبر پاکستان میبره به قاچاقبر ایران تسلیمت میکنه قاچاقبر ایران میارید به قاچاقبر ترکیه تسلیمت میکنه از ترکیه به بلغاری از بلغاری هم تو هر قاچاقبر از هر جای از خود قاچاق به هر دست فروخته میشی هر دست فکر کو که کسی یک مال میره به یک دیگه فروخته میره یک شورا میکنی پیش یک دست دیگه شورا میکنی پیش دیگه قاچاقبر است هیچ حساب نیست که صاحب کس معلوم نیست که تو مربوط کدام قاچاق پرستی مدت از مادرم زنگ زدم گفتم رای او میخوایم بروم مادرم گفت نی رای او نرو خطر است باز من رای بلغاری ها رفتم دیگه در بلغاری باز از اون خانی قاچاق بر یک جای موازی برکت و از بلغاری ها که آمدیم در اون گیمه که زدیم ما سه شو بودیم سه شو سه روز مکمل باران بود مکمل هم تو باران به اصل واسای ما تر شده بود به ایکای ما تر شده بود سه شو سه روز اما دو پیشتر هم گفتم که موفق نشدیم باز ما را برد پس ترکیه دو جه یک تلاشی هم کرد ما یک دنده برقی هم مرزدن باز از ترکیه در دیگه گیم باز آمدیم داخل بلغاریا یا باز ما را پلیس بلغاریا در خود شهر بلغاریا گرفت ما رو 15 روز مدت 15 روز بندی کرد دیدم تو زندان بندی بودیم تو روز در یک جای دیگه بودیم در قماندونی شان هیچ نان او چیز نبود دستشوی می بردن خلاص دیگه دم با مو دو روز هیچ چیز نبودیم باز از خود دو کمپ دو زندانی که بودیم دو جسه وقت نان بود غذای صحیح نبود بر ما غذای صحیح نمی دادن باز بعد از 15 روز بعد ما رو آوردن در یک کمپ دیگه ورق دادن در او کمپ آوردن بعد از 15 روز بعد باز ما آزاد شدیم در بلغاریا از بلغاریا که آزاد شدیم باز ما یک گیم زدیم طرف سربیا قاچاقبر صرف تا سربستان ما را آورد بعد از او دیگه گم شدم دیگه ما پیسه خیلی زیاد دادیم به قاچاقبر 6000 دلار دادیم مگم یک خوراک ما رسای قاچاقبر به ما نمیداد خوراک ما مزیه به خود ما بود چنون پیسه زیاد هم داده بودیم برش که گم شد دیدیم دیگه ما مربوط به دولت آلمان شدیم ما را از سربستان دیگه در ترین شدیم تا آلمان خود دولت زیاد خوش شدیم همونجا همه مسافرها به واقعیت پرسانشان میکنیم از کجا هستیم میفتن از آلمان هستیم از دیچلند جرمنی دیگه زیاد ما خوش شدیم همه چیز 24 ساعتش خواب نداشتیم 24 ساعت می رفتی از قماندانی مبر آمدی می رفتی پاکت می دادد که خوشه ای در سرت بندوز او فریمان شیر فریمان بیسکیت خرج قمی گفتم جب کود بود بیگه بخو اول که آمدیم رسیدیم به آلمان ما را یک جای پایان کرد نمی فهم کجا بود مقصد همی آلمان او وقت ما را پایان کرد باز اتوبوس آمد ما را آورد رمشاید در رمشاید در کمپ بودیم اینی دو ماسک در کمپ باز بعد از دو ماه بعد ما را آوردن در این خانه در آله در او پرتال و فقط در ایج هست این در دیه کنی سرپرست می بینیم چی اگر روی خوب داره با این ما که در خانه هستیم و همیجا یک جگرخون باشی فتون بازار رقم پرسان میکنن چرا جگرخون هستی خوش باش خوش خندان یعنی واقعا آدم میفهمه که من چقدر قدر زد دارم پیش مردم از وقتی کلمان رسیدیم تا جای زنگ میزنم در خانه مادرم میگه چاق شدی یا چی از ما برش میگم مادر اینجا رام هستم یا هم قصه بر مادرم میکنم یا مادرم زیاد خوش میشه که ما اینجا هستیم با هم هستیم خب بازم دیگه چون در مدت را با یک جنجال یک خوشی و خفگی هایی که یک جای دیدیم در را دیگه همون تو یک مثل برادر هست